الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام و رحمت الله بر شما بینندگان عزیز. صحبت من با الحمد لله شروع شد. شما میدونید این کلمه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم اولین جمله ای است که در قرآن اومده. خیلی از سوره ها با الحمد لله شروع شده. الحمد لله در حدیث ما داریم که بهترین دعاست. سوره کهف که ما امر شدیم هر روز هر هفته جمعه بخونیم، در جمعه به ما گفته بخونید، هم با این کلمه شروع شده. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. حمد ستایش و شکر برای الله است. حالا اگر حمد ستایش و شکر است، چرا پیامبر فرموده؟ خوب توجه کنید. چرا پیامبر فرمودند که این حدیث صحیحه، بهترین دعاست؟ چطور میشه این بهترین دعا باشه؟ دعا که شما دعا میکنی یا خدا یه چیزی برام بده، این که شکره. چرا نگفته نفرموده بهترین شکر؟ اینجا یک سری داره. در سوره ابراهیم این جواب داده شده. خداوند در سوره ابراهیم میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر کنید من به شما زیادتر میدم. مگر نه این است که دعا زیادتر خواستنه؟ حالا شما پول میخوای، شما پول میخوای، خب میگه خدای من پول بده. حالا که داری چیزی حتما زیادتر میخوای دیگه. خب پس معنی دعا این است که یه چیزی ما زیادتر میخوایم یا یه چیز جدید میخوایم، بالاخره یه چیزی میخوایم به زندگی خود زیادتر اضافه کنیم. خداوند فرموده که یک را یک فرمول این است لئن شکرتم، اگر شکر کنید لازیدنکم، حتما برای شما زیاد میکنم. برای همین پیامبر فرموده که الحمدلله بهترین دعاست. چرا؟ شما فرض کن که مثال خیلی ساده میذارم، یک فرزند داری، از خدا میگه خدای من 4 تا پسر بده، درسته؟ خداوند اگه اون 4 پسر به شما داد، این یک پسر ازتون گرفت، بازم شما خوشحال نمیشه که خب 4 تا دادم یکی گرفتم، آسمون زمین میاری، نمیخوام میگم یکی رو اول بر من نگه دار باز 4 تا بده، درسته یا نه؟ مثال جالبیه نه؟ خب دعا همینه دیگه، شکر همینه. شما میگی که خداوند فرموده لئن شکرتم، اگه شکر کنید، یعنی خدای شکرت که یک پسر من دادی، لازیدنکم، حتما میگه یک پسر دیگه بهت میدم، زیادتر میدم یا یه چیز دیگه برات میدم. برای همین میشه بهترین دعا. یعنی دعایی که شکر اون است که نعمت زیاد میکنه، نعمت قبلی رو هم قید میکنه. نگفتی یکی رو میگیرم یکی برات میدم، نعمت قبلی هر چی که داری شما شکرش بکن، این نعمت برات قید میشه، ضبط میشه، در دست تو میمونه محکم، از بین نمیره و الله جل جلاله زیادش هم میکنه. یکی از صالحین، البته اینو میگن حدیثه ولی من ندیدم که حدیث باشه، میگه خدایا اینجوری نشه که دعا میکرده، دعا میکنن که اینجوری نشه که ما نعمت تو رو وقتی از دست دادیم بفهمیم که بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی از نعمت ها ما داریم نمیشناسیم. شکر میخوام بگم از وسایل رزق، زیادی رزقه، اصلا نمیشناسیم. در حالی که نعمتی هست که از دست ما بره باز میگم عجب. یه روزی من سوار تاکسی بودم، تاکسی همونم مسافرکشی بوده اینا، تو پاکستان. طرف میگفت که تو صحبت ها باز بپرسید که کجا هستی، میگه تو دعا کن، میگه اومدی در این کشور چیکار کنی، تو دعا کن که من برم خارج. و گفتم ببین خارج هم یه چیزایی داره، شما در این کشور هم گفتم یک نعمتی داری، نعمتایی داری، گفتم قدرشو نمیدونی. آخر یه دفعه ترمز زد، دیوونه بود نمیدونم چی، ترمز زد محکم، میگه آخه تو من بگو من در این کشور چی دارم که تو میگه قدرشو نمیدونی. گفتم ببینم بعضی نعمتا رو انسان نمیبینه. گفتم الان دستتو نگاه کن، همین واقعا این داستان بین من اون اتفاق افتاد. گفتم این دستتو نگاه کن، تو تا حالا فکر کردی که این دستت اگر خم نمیشد، خم، همین خم شدن دست، خدا ببینید چند جا در دست خم گذاشته، اینجا انگشتا گذاشته، باز در تای انگشتا گذاشته، باز در مشت گذاشته، باز اینجا گذاشته، باز این بالا پایین و میچرخونی. گفتم اگه نمیشد فکر کنم تو راست میموندی، یا یه مرضی برات بیاد که دستت هم تو راست بمونه. گفتم حالا فکر نکرده بودم به این نعمت. گفتم این نعمت کوچیکی نیست، چون که همه دارن، انسان نمیدون، فکر میکنه که آقا این نعمت نیست، این حق ماست. ولی میتونه اینجوری هم بشه. آ ندید
ندیدی کسی دست شکسته و مثلا گچ گرفته همینطور وایستاده؟ دستشویی هم نمیتونه بره، لباس خودم نمیتونه بالا پایین کنه. یعنی نعمتی که فقط در همین کج راست شدن دست هست رو گفتم انسان حساب کنه، از حساب بیرونه. همینطور گفتم در کشور، چون گفتم تو دیگه جای دیگر ندیدی، نه ما بالاخره از کشور دیگه اومدیم، نعمت هایی هست، حالا که بحث ما نیست ادامه نمیدیم، که تو اصلا فکرش هم نمی‌کنی چون برای تو عادیه. پاکستان و پاکستان که راستی هم که مشکلات زیاده، اما اونجا هم یک نعمت هایی هست که انسان فکر کنه، یعنی هر جا انسان در هر حالتی که هست در اون نعمت هست. برای همین پیغمبر ما فرموده است، این یک حدیث طلایی است، حدیث صحیح و طلایی است، فرموده است که بالای دست خود نگاه نکنید، چون میترسم از این که او کما قال که شما قدر نعمت خدا براتون کوچیک معلوم بشه. به پایین دست خودتون نگاه کنید تا قدر نعمت خدا رو بدونید. همین بدبخت باید من رو نگاه میکرد که آقا من چی باید چی در سر خود من زدم، که کی به من پس گردنی زد بود که از ایران بلند شم بیام پاکستان. خب حتما کشورش یه چیزی داشت که من اومدم کشور من یه چیزی نداشت. مثلا همین آزادی عقیده رو اونجا داشتم، شیعهش در مذهب خود آزاد بود، سنی در مذهب خود آزاد بود، تو ایران نبود. اما یک چیز مهمه دیگه، من که از مذهب شیعه برگشتم که تو ایران نمیتونستم زندگی کنم. همین نعمت کوچیکی برای اون اصلا نمیفهمیدیم یعنی چه. قصدم اینه، پس هر نعمتی رو میشه تشکر کنید. بعضی از نعمت ها مداومه، عالمی تعریف میکنه. اول میخوام بگم بعضی از نعمت ها مداومه، مثلا خوراک، همیشه آدم غذا میخوره دیگه، نعمتیه دیگه. همین غذای حاجت بود، این کنار این گذاشتن یک چیز بدیه. همین غذای حاجت رفتن خودش هم یک نعمت به یک معنی. چرا اسمش غذای حاجت گذاشتن؟ یعنی از این حاجت بالاتر از این نیست انسان که مجبور باشه باید حتما خودش برسونه به دستشویی. هست کسایی که مرض داره نمیتونه، رای ادرارش بنده، خداوند همه ما شما رو عزیز بداره در این چیزا، در هر چیز. خب این در هر چیز پیامبر الحمدلله میگفت، غذا میخواد الحمدلله میگفت، از دستشوی بیرون میومدن الحمدلله میگفتن، وقت خواب الحمدلله میگفتن، وقت بیداری الحمدلله میگفتن. قرآن با الحمدلله شروع شده، آخرین حرف کلام بهشتی الحمدلله هستش. یک عالمی تعریف میکنه که خدا بهش جزای خیر بده، امام مسجد، میگه که من آقای پیش من اومد دیگه. بعضی جاها هست که مردم میرن پیش ائمه مسجد مشورت میکنن، میگه والا از زنم خیلی میگه تنگم، میخوام طلاقش بدم. بعضی از مردم زود طلاق میده، بعضی از اقوام نداره، بعضی از اقوام داره، این عرب بوده. میگه میخوام زنم طلاق بدم. این امام مسجد آدم زرنگی بوده، نگفته که آقا اینجوری کن اونجوری کن، ازش گفته دو تا سوال ازش بدون، گفت ببینم زن تو خیانتکاره، یعنی زانیه، مثلا به تو خیانت میکنه که مثلا با مرد دیگه است؟ ازش پرسیدم، نه گفتم تو بگو علتش چیه، من میگه خودم ازش پرسیدم. گفت نه پاک عفیفه است، طاهره است، از این چیزا نداره، این مرئی ابدا این چنین چیزی درش نیست. میگه بهش فرصت ندادم بگه که مشکلش چیه. گفتم که این زنت کثیفه، مثلا لباس قشنگ نمیپوشه، پاک نیست، خونه رو کثیف نگه میداره. نه میگه اونم نظیف پاک خوبه. میگه بازم بهش فرصت ندادم، بهش گفتم که به تو نمیرسه، مثال غذا درست نمیکنه، بچه‌هات نگه نمیداره. گفت نه اونا رو میکنه دیگه. گفتم دیگه خودش میگه شروع کرد به خجالت کشیدن، یعنی دیگه خودش خجالت کشید. معنیش چی است؟ این عالم دین آدم زرنگی بوده، آدم باهوشی بوده، به یادش آورده که چه نعمتایی داره. همش فقط بدی رو نبین دیگه. حضرت ابوبکر نماز برپا بود. این که من میگم ما تو زندگی خودمون نگاه کنیم، الله اول به من توفیق بده، به شما توفیق بده. من نمیگم که انسان میتونه این حرفایی رو که میشنوه 100% بهش عمل کنه، اما 20% دیگه بهش عمل کنه. پیامبر ما اینو، پیغمبر ما به ما یاد دادن، یکی از فرمولای خوب زندگی این است، گفت که شما نمیتونید به هدف بزنید هر چیزی که بهتون گفتم، اما سعی کنید به هدف بزنید، نزدیک بشید به هدف. 100% که نمیشه، 20% که میشه، 30% که میشه. یکی از چیزهای خیلی خوب این است که آدم خوبی رو ببینه. حضرت ابوبکر یک صحابی پیغمبره، اومد دید که مردم در رکوع هستن، خودش از دور شروع رکوع کرد، همینطور به صورت رکوع خودش رسوند به صف، یک شلوغ پلوغی شد. وقتی که مردم دیگه اون کنارش بودن دیدن، یا کسایی که بعد از اون اومدن دیدن که این رکوع رفته مستقیم داره میره، مردم راست میان سر صف رکوع میرن،
این آقا از دم در مسجد رکوع داره میره، که یعنی از اون رکعت از دست نده. تموم که شد، مردم به پیامبر خدا گفتن یا رسول الله ابی بکر این کار کرد. این ابو بکر نیست، ابو بکر یک صحابی است. پیامبر بهش چی گفت؟ گفت خدا حرص تو رو زیاد کنه، یعنی آفرینت، ولی دیگه این کار نکنی، کارت اشتباه است. ببین خوبیش هم دید، خوبیش چی بوده؟ میگفته که خداوند حرص تو رو زیاد کنه، یعنی اینکه تو شوق داری که خودت به صف برسونی، رکعت های نماز از دست ندی. این در هر چیز زندگی ما میتونیم این رو بهش عمل کنیم. در حدیثی ما از پیغمبر ما داریم که حدیث بسیار جالبی هست، اصحاب مختلف نقل کردن، ابی درداء نقل کرده، در ترمذی هست. پیامبر فرموده من اصبح منکم آمنن فی سربه، میگه هر کس از شما صبح بلند شه در خانه خود در امن باشه، یعنی نه مثل مردم سوریه از بمباران بترسه، نه مثلا پلیس دنبالش باشه، نه چیزی شبیه به این. در خانه خود هر کس از شما میگه صبح بلند شه، معافن فی جسده، دیگه سالم هم باشه. خیلی از ما امروز صبح بلند شدیم، نه پلیس دنبال ما بود، 99%، نه منتظر بمباران بودیم و سالم هم بودیم. این که در امن باشه و سالم باشه، اندهو قوت یومه، و در ضمن غذای همون روز داشته باشه تا شب، غذای زن و بچه‌اش داشته باشه. 99% ما غذای روز خود ما رو داریم. و کأنما هیزت له الدنیا، مثل این است که همه دنیا براش اومده. یعنی چه؟ آقا چی میگی تو؟ من که غذای یک روز دیگه دارم، امروز در امن هستم، امروز سلامتی هستم یا رسول الله، غذای یک سال بعد که ندارم، غذای امروز دارم. پیغمبر فرموده میست که همه دنیا به سرش اومده، از هر طرف، در حدیث دیگه از هر طرف دنیا براش اومده. یعنی چی؟ یعنی خب راست میگه، هیچ حرف پیامبر ما دروغ نیست. شما فردا اصلا کی میگه تو زنده هستی؟ باز فردا روزی فردا رو خدا میده. من نمیگم انسان نباید جمع کنه برای یک سال نگه نداره ها، میگم اگر نداشت. برای چی اینه پیامبر گفته؟ برای که تو امروز که داری، امروز دیگه خدا به تو فکر داده، دست داده، چشم داده، پس برو تو برای تو خدا من حتما یک راهی پیدا میکنه. نگران نباش، امروز دنیا رو خدا بهت داده، یعنی دنیایی بهت داده که بعضی از پادشاه ها ندارن. خب بعضی پادشاه راستی هم صبح که بلا میشه از همسایه پادشاه خود میترسه که امروز این بلای سر من نیاره. پس ببینید که ما شکر نمی کنیم. یه چیزی یادتون باشه، شکایت کردن دوستان، شکایت کردن مخالف شکره. ولی به الله شکایت کن، اونم به اندازه. 95 تا شکر کن، یکی شکایت کن، اونم در چیز غم بزرگ باشه. مثل که حضرت یوسف در غم بزرگ بود، بچهش گم شده، برادرش خیانت کردن، پسرای دیگه‌اش خیانت کردن، یک زخم خونین داشت. اما عموما شکایت کردن از شیطانه. آقا تو از پدرت شکایت کنی، مثال که 99 مشکل تو رو حل میکنه، یکیشو نمیتونه حل کنه، تو از پدرت شکایت کنی، از مادرت شکایت کنی، خب تو کارت از شیطانه دیگه. تشکر نمیکنی به این خدا پیامبر. وقتی شیطان از خداوند این رو راند از درگاه خودش، فرمود من کاری میکنم، از چپ میام، از راست میام، از بالا میام، از پایین میام، از جلو میام، از عقب میام، انسانو وسوسه میکنم، نتیجه کار من چیه؟ لا تجدو اکثر هم شاکرین، اکثر اونها رو تو سوره ابراهیم آیه 17 آخر میگه نتیجه کارنامه من خداوند این است که اکثر این مردم رو تو شاکر نخواهی یافت. یعنی تمام کوششی که شیطان میکنه به این است که تو در کارنامه بنویسن ناشکر، ناسپاس. تمام کوشش شیطان اینه، نمیخواد به تو نمره صفر بده، میخواد در کارنامه زندگی تو بنویسه که انسان ناسپاس بود. انسانی که سپاس کنه، داشته باشه، شکر کنه، اول از همه زندگی خودش خوب میشه. آقا مثال یک آدمی، این طلاق که میگیرن، اگه همین مردمی که طلاق میدن یا طلاق میگیرن که متاسفانه در کشور ما خیلی زیاده، اگر همین نعمتایی که از شوهر خود میبینه ببینه، حساب کنه نعمتایی که شوهرش از شوهرش بهش میرسه، یک عیب میرسه، خب بدبختی، یک عیب رسیده، دو عیب میرسه، خب دو عیب رسیده، آگه هیچ خوبی نداره؟ آیا لباس برای تو نیست؟ آیا برای تو خرج نمیاره؟
آیا برای تو عزت نیست؟ آیا برای تو همین نیست که مثلا شوهر داری؟ خب بعد وقت اینا رو ببین، باز دعایی بشه ببین، باز کوشش کن اون دعایی بشه هم کمکش کن که از بین بره. میشه کمک کرد اگه شما از اول که بدبینی نداشته باشی. آقا این لیوان میگه مثال نمیدونم اینجا شکسته میخوای پرتش کنی، تو ببین لیوان آب نگه میداره یا نمیداره. خب یه چیزی خوبیاش هم ببین. لذا شیطان که میخواد انسان ناشکر بشه، چون میدونه انسانی که سپاس نکنه، شکر نکنه، همه زندگی رو میبازه. پس از چیز کوچیک بزرگ بیایم شکر کنیم، که بالاترین فایده شکر این است که زیاد میشه نعمت. باور کنید که بارها حالا گفتن تجربه شخصی خوب نیست، شاید مردم فکر کنه که ما داریم مثلا از خود تعریف میکنیم، ولیکن بارها شده که سر نعمت کوچیک ما شکر کردیم، شکر کردیم، شکر کردیم، شکر کردیم. به خاطر همین آیه لئن شکرتم لأزیدنکم، همین نعمت مثل گلوله برف که میچرخه زیاد شده، زیاد شده، زیاد شده، بزرگ شده. متوجه هستید؟ شاید بگید آقا خب حالا من آقا در بدبختی هستم، در بدبختی هم شکر کنم. بله، ابن ماجه از پیامبر ما این حدیث رو نقل کرده و راوی حدیث همسر پیامبره، عایشه. گفته پیغمبر اگه یک چیزی رو دوست داشت خوشش میومد میدید، مثلا میگفت الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، میگه شکر خدا که به نعمت به خاطر اون چیز خوب انجام شد. اما اگه چیز بدی میومد هم باز شکر میگفت. در بدم شکر، بله، میگفت الحمدلله علی کل حال، بر هر حالتی شکر خدا، چون از این بدتر هم میشه دیگه، بر هر حالتی شکر خدا. الان در حالتی که از این بدتر میشه یا نمیشه؟ توی ما در زندان هستی، حرف آخر اتاقی هستی سه نفر توشن، شده دیگه. آقا تو رو میبره در یک جایی میندازه که 50 نفر تو اتاقن. خب زندان زندان، اما ببین بدتر و بدتر داریم. الله به من شما توفیق بده که این حکمت بزرگ رو، که حکمتی بوده که نوح داشته، ابراهیم داشته، محمد صلی الله علیه و سلم و پیامبر علیه السلام داشتند رو ما هم بگیریم، تا در زندگی خوشبخت بشیم. الله حافظ و نگهدارش.